نایمه دوستدار روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو با ماست خانم دوستدار خوش آمدید با وجود تمام محدودیت های در، که در زندان اعمال میشه همچنان شاهد اعتراض مدنی زنان زندانی هستیم به صدور احکام اعدام از تاثیر این مبارزات مدنی لطفا بر ما بگین بر وضعیت حقوق بشر در ایران مسئله مقاومت و کمپین و کارزار علیه مجازات اعدام در ایران چیزی است که در واقع میتونم بگم که یکی از اصلی ترین کسانی که این روند رو شروع کرده خود خانم نرگس محمدی بودن با کمپین لغو گام به گام مجازات اعدام که اولین احکام قضایی علیه ایشون از همون زمان صادر شد الان وقتی که راجع به این کمپین ها صحبت میکنیم شاید به عنوان حافظه کوتاه مدت برمیگردیم به مرداد ماه گذشته زمانی که زنان در زندان اوین اعتراض کردند به احکام اعدامی که برای دو زندانی زن پخشان عزیزی و شریف محمدی صادر شده بود اما باید یادآوری بکنم که این اعتراض ها پیشتر از اون در اعتراض به تمام این مجازات هایی که مجازات های اعدامی که انجام شد در زندان اوین به شکل خاص در بند زنان این اعتراض صورت گرفت به شکل رسمی در حیات زندان به شکل اعتصاب و خود زندان قزل حصار هم مبدع سشنبه های بدون اعدام بود که الان ماه ادامه داره زندان های دیگر هم بهش پیوستن یک روند مستمری شده الان که همزمان با اعتصاب زندانیان به خصوص زندانیان زن زندان اوین تجمع برگزار میکنن نمایش فیلم داشتن در اعتراض به م... مجازات احکام و یک مجازات اعدام و یک روند مستمر شده تأثیرش بر وضعیت حقوق بشر البته که یه تأثیر،, فوری نیست به این معنا که الان جمهوری اسلامی در واکنش از تعداد ادام ها کاسته باشه برعکس الان ما در آمارهای ماهای اخیر همواره افزایش مجازات ادام رو میبینیم اما فکر میکنم که در آگاهی رسانی و حساس کردن جامعه مدنی نسبت به این مجازات ناعادلانه و ضد انسانی بسیار نقش داشته تا جایی که میتونم در واقع اینطوری تصویر کنم که بسیاری از فعالان مدنی زندانیان در واقع غیر سیاسی هم حتی که درگیر نبودن با این مطالبه با این مورد نقض حقوق بشر الان درگیر شدن و خب به مرور آگاهی عمومی بالا میره و همینطور واکنش های جهانی برمی میانگیزه که همانطوری که سازمان بشری در هفته‌های گذشته هشدار دادن نسبت به افزایش مجازات های اعدام و این گزارش ها مستند میشه و همه ثبت میشه خانم دوستدار ماموران زندان در واکنش به این اعتراضات این زندانیان رو ممنون ملاقات کردند با اینکه این, این برخوردهای امنیتی تا به این فعالان رو مایوس و مرعوب بکنه چرا همچنان بر چنین روشهایی اصرار داره حکومت در واقع حکومت چاره جز این نداره که به این شکل پاسخ بده به اعتراضات ببینید کسانی که الان این مجازات های مضاعف داره برشون صورت میگیره کسانی هستن که به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشن به خود احکامی که برای اینها برای این اجرایی شده مجازات زندانی که براشون در نظر گرفته شده یک روند غیرقانونی و در یک دادگاه غیر عادلانه صادر شده طبعا جمهوری اسلامی بیش از این نمیتونه از به شکل قضایی فشار بیاره یعنی مجازات زندان دیگه نهایت چیزی هست که میتونست برای اونها در نظر بگیره اما از اونجایی که این مجازات نتونسته زندانیان رو در واقع ساکت بکنه دست میزنه به مجازات های اضافه یعنی احکامی اضافه میکنه بر مجازات زندانشون یا فرزن اجازه ملاقات یا تماس تلفنی رو میگیره اجازه دسترسی به کمک های پزشکی رو میگیره خب همه اینها هم تا الان ما دیدیم کسانی مانند نرگس محمدی و زنان همراه او رو وادار به سکوت نکرده اونها حتی از شرکت در دادگاه هایی که برای در محاکمه مجددشون برای همین اقدامات تشکیل میشه خودداری میکنن از حضور در دادسرا میبینیم این روند ادامه داره و چیزی نیست جز یک حرکت آجزانه از سوی حکومت جمهوری اسلامی برای ساکت کردن این صداها که نتیجه بخش هم نبوده تا خیلی متشکرم از توضیحاتتون نعیمه دوستا روزنامه نگار و فعال حقوق زنان از مالمو